در کدام جرگهی بوده صبح در اندراب که در میان دو قوم دعوا هست، ولی شیخ سمون جمعیر سخنرانی میکنه به خاطر که همی از ریختن خونی بیشتر مسلمان ها جلوگیری بکنه. یک وجیبه یک عالم هست. من که این از آنجا از مزار حرکت کردم، والله قسم میخورم بر رضای الله حرکت کردیم که الله راضی شود و صلح در میان اندراب های سیگانه در اول بیاید و این ملت رنجیده را تا یک سکون دهم، تا آرامش دهم، وسیله آرامش زندگی شوند. تا چی وقت؟ جبهه های نظامدار همه بشنو. گفت که ما را الله مأموریت داده بود که بجنگیم تا که کفر و شرک، تا یهودیت نصرانیت از سرزمین عرب، از جزیره عرب گم شود و دین خدا حاکم شود. ما با رسول الله یک جا و دشمن جنگیدیم، یهود را از جزیره عرب ختم کردیم، نصارا را ختم کردیم، دین به خاطر خدا قائم شد. الان شما میخواهید که پس فتنه بیاید و دین به غیر خدا شود؟ نمیپذیرم این جنگ را. چرا این پیام را نمیدهید؟ جوانایی که در اندراب کشته میشن و خدا قسم است که مانند ابن عمر بلا تشبیه غیرت داشتن که باید در جای خودش استفاده میشد. اما من نگران میشم با والله که عشق خصوصی را در دل سیاه شب به خاطر ملت اندراب من ریزاندم که الهی این غیرت ملت امت را، این شهامت را چرا در غیر محل استفاده میکنن؟ از خدا کمک میخواهم. یک بار دیگر از شما ملتی که به عالمتان احترام داریم، از شما ملتی که هر قدر گناهکار باشین به ملا و مسجد و قرآن ایمان دارین احترام دارین، و نمایندگی از کل علما میخواهم یک فضای صمیمیت را، یک فضای صداقت را زمینه سازی کنین. بین به لیاز خدا غیرت خود نیست. اونجا سخنرانی میکنه آشتی میته به خاطری که سبب خونریزی بیشتر از مسلمان ها نشه و دامنه قتل گسترده نشه. اونجا میره سال برقرار میکنه در میان مردم. ای را آلا ایده ای سجای خبری جور کردن، ای مولا اربکی است، ای فلان است، در نظام جمهوریت است، ای بنافع دشمن کار کرده، او ظالم، او خدا نترس. ای همه خوبی هایی که لک ها خوبی که داره همه چیزه تو نایده میگیری. منصف عبدالقاهر حفظه الله، الله عمر طولانی نصیبش بکنه. قبول کنید که بزرگترین سرمایه هست، بزرگترین سرمایه هست و علم تشم در سطح علمای جهان الله برش یه از جمله علمای مطرح دنیا. حالا می این پشت از یارم گرفتیم، این کار بسیار بد از جوانه عزیز، این خطرناک است. نگه لحوم العلماء مسموم، گوشت علماء زهراغین است. کسی به این گوشت دست بزند بچشد الله را تباه میکنند. گوشت عالم، عالم به خاطر علمش بدنام کردن، توهین کردن، تهمت زدن. حالا پرسان کنی از این حال جناب نوشته کرد تو میشناسی؟ نه. تو گویی نه، من شنیدم. از اون پرسان کنی نگه من شنیدم. این خود صفت ملت یهود است که دروغ میشنو انتقال کنه. مسلمان دروغگو نه باشه، بختانگر نه باشه، بختان تراش نه باشه، حسود نه باشه. شیخ عبدالقاهر حفظه الله، الله طول عمری با برکت نصیب کنه. قبول کنین ما علما در سرزمین، علما کل علما نور چشم است. تازه در اواخر در دو سه روز است که در صفحات مدیدم یک تهمت را که پشت شیخ عبدالقاهر بستن. ایران و انسان های حسود، عزت از جانب الله است، عزت ذلت از جانب الله است. قبول کنین که شیخ صاحب عبدالقاهر و امثاله ای از جمله علمای به معنای واقعی مطرح سرزمین و در سطح بین المللی هست. علما اینا علمای هستن، این تو معمولی نیستن. خدا با ما شما علما رو نصیب کرده. شیخ رحم الله حقانی، الله را جنت فردوس نصیبش بکنه که دیگه جواد رو بزار کم از کسی بکنه. علمایی که قبلا بله رفتن و الله رحمتشان بکنه. بنان در کدام جرگهی بوده صلح در اندراب که در میان دو قوم دعوا هست، ولی شیخ سمون جمعیر سخنرانی میکنه به خاطر که همی از ریختن خونی بیشتر مسلمان ها جلوگیری بکنه. یک وجیبه یک عالم هست. اونجا سخنرانی میکنه آشتی میته به خاطر که سبب خونریزی بیشتر از مسلمان ها نشه و دامنه قتل گسترده نشه. اونجا میره سال برقرار میکنه در میان مردم.
ایر آلا ایده ای سوژه خبری جور کردن، ای مولا اربکی است، ای فلان است، در نظام جمهوریت است، ای بنفع دشمن کار کرده، او ظالم، او خدا نترس. ای همه خوبی هایی که لک ها خوبی که داره همه چیزه تو نایده میگیری، فقط او رو باز فوتوشاپ کرده، تصویر از این در کنار تو قماندان مونده، یک طرف دیگه قماندان، دیگه طرف، و او اصل متن سخنرانی رو شخصا به مراوح کردن. و ای خدا نترس، از مردم نمیت، از خدا نمیترسن، پیش الله رفته نیستی، حالا دامن علما را کردی گرفتی، تو غیر و دشمن هستی، تو فرق نمی کنی با یهود که تلاش داری فعلا چهره علما را مخدوش بسازی. خبری هزار یک دروغ که به خاطر فاصل انداختن در میان ملت و کما هست. ما شما مسلمان هستیم و مسلمان باید بیدار باشه، هوشیار باشه، به حرام از چیزا توتیه پشت یک انسان که پیر خبر نباشی، اتهام زدن پشت علما، علما چراغان جامعه هست، بخص پشت علما بختان زدن بسیار خطرناک هست. سر رجل ازمینه بحث سر ازی بود، عوام بجای خودش فعلا یکی ده بنامی خواست هم پشت علما شروع کردن بختان زدن اتون. مثلا یه کار دشمنان اسلام بودن که فعلا شما میدین انترنشنل است، انتر شیطان است، دیگه از کل لذی، فقط شبکه برای فساد، برای شیطنت، برای رزالت، برای پخش و نشر نظام الحادی و دور کردن این مردم از دین و اهل دین است. اون کارش معلوم است، وظیفش معلوم است، سر از اون دلار میگیره. اگر این شیطنت و رزالت نکنه پیسه برش نمیده، کار از یاد و پشت علما بهتان زدن، توحید کردن، چیزای دروغ گفتن. و والله قسم بسیار قضایی است که ما وقتی چون در جامعه هست، من مستقیم ارتباط دارم، میفهم گپ چی است، ولی که از آدرس انترنشنال بشنام خدایا شنیده بودیم که گهگه یعنی که میگه کار کو جور میکنن، راستی که بودوست کار چی جور میکنن؟ کوه جور میکنن، کلش دروغ. مثل اینی که در حدیث میاد همین جادوگرا شیطان وقتی میره بالا میره در اسم آسمانی اول و یکان گفت که از فرشته میشنوه، یک گفت راست باز میاد تازه میره که میاد صد تا دیگر دروغ جور میکنن. چند تاره؟ یک راست 99 تا دروغ. این را بریم جادوگر القا میکنی باز میخونی یکان وقت گفتش راست هم میبره. یعنی یه انترنشنل و امثال و این همی شیطان شده. اگه یک دانه راست باشه 99 تاش چی هست؟ دروغ هست. پس شما باید پای میز خطابه علما بشین، از منابع درست گفت بگیرید و توطئه ها گوش فرا ندهید. الان دشمن مستقیم نشانه قرار میکنه علما را، چون میفهمه که در طول تاریخ همین بوده که بیدارگری کردن ملت بیدار میکنن و شیاطین انسی و جنی را سبب هر دو طرفش همیا شدن. بنام چی تلاش دارم که دشمنی را در میان علما حدود ملت حاکم کنن و ملت نسبت به علما بدبین بکنن. از آن جمله ما شروخ زیاد در این سرزمین داریم، ولی ما ملتی هستیم وقتی که زنده باشم ما قدر کسی رو نمیداریم، وقتی که مرد باز دیگه شروع میشه که یا او با تعریفات و تبجیر دیگه شروع میشه که اکس های زیره دیگه زیره فیسبوک ها نمیدانم صفحات فیسبوک از اکس زیره پر میشه، وقتی زنده است قدر شد، وقتی زنده است که بشه بوش بود.